شما تحلیل آزمون به هیچ وجه بلد نیستید چون اصلاً،, اصلا تحلیل کارنامه بلد نیستید اصلا شما کارنامه بلد نیستید اصلا خیلی از کارنامه هایی که داری نمیخوام بگم نمیدونی یعنی چی اصلا نمیدونی که داری آیا شما میدانستید که قلمچی وقتی شرکت میکنی هر بار نه نو, نو کارنامه بهت میده این کارنامه اصلی است فقط که حالا شما اینم بلد نیستید ولی به جز کارنامه اصلی بچه من هشت نوع کارنامه دیگه تو کانون وجود داره که عجیب غریب این کارنامه ها یعنی دیتا های خفنی به شما میده و انقدر خوشگل میتونی ازشون استفاده کنی ایراد تو دراری و پیشرفت کنی ولی اصلا شما نمیدونید همچین کارنامه های وجود داره به کارنامه اصلی عزیزم کارنامه هدف گذاری ما داریم تو کانون کار... کارنامه نردبانی ما داریم کارنامه بازیابی داریم کارنامه سوال محور داریم کارنامه مپسی داریم کارنامه پروژه‌ای داریم کارنامه اشکالات داریم اشتباهات داریم و کارنامه پین و درس داریم فکر کنم شد نودا اصلا تو میدونی این کارنامه ها چی هم به خدا که بدون مثلا ما یه کارنامه بازیابی داریم آجی برای ایام جنبندی عجیب غریب اون کارنامه اصلا نمیدونم چه جوری نادیدش میگیرید یعنی به طور کلی توضیح بدم میگم وقت استفادهش الان نیست یارو میاد تو اون کارنامه تمام هیستوری تو تو ها مثلا فرض کن دیما ایام جنبندی همه اشتباه های تو تا دیما ور بر میداره برای خودش مشخص میکنه اون سیستم هوش مصنوعی بر مبنای اون برام سوال تولید میکنه بعد بابا به مثلا ما ایام جنبندی بندی خیلی وقته به بچه‌ها سوال میدیم میگیم آقا این تستا رو بزنید برنامه میدیم تست میدیم میگیم اینا رو به اشتباهه ولی چاره ای نداریم چون مثلا همه شما من اگر اون موقعی که مدارس درس میدادیم چون میدونستیم آقا مثلا این مدرسه این کلاس فول کانون شرکت میکنه من برای ایام جنبندی تست نمیدادم به خاطر که این تستی که من به شما میدم اصلا هم ایام جمع بندی برای هر کسی مخصوص به خودشه یعنی اینکه من بیام یه نو سوال برای همتون بدم اصلا اشتباهه او میاد بر مبنای مشکلات و ایرادات تو برای ایام جنبندی برات سوال تر میکنه میگه اینا رو بزن تو جنبندی اگه میخوای موفق شی فرصت تو بذار رو اینا اصلا این چیز عجیب غریب به این خاطر ما التماستون میکنیم آقا تقلب نکنین تو آزمونا چون تقلب میکنی اون هیستوریت خراب میشه بعد هوش مصنوعی که میاد برات سوال تولید بکنه تو گولش زدی دیگه سوال علکی تقلب کردی او اشتباه میکنه نمیفهمه تو کجا هست التماستون میکنیم تقلب نکنید بذار یه هیستوری درستی داشته باشی بذار بر مبنای اون بهت کارنامه بازیایی بده بر مبنای اون برات سوال تولید کنه بابا اینا اصلا شما نمیدونید همین کارنامه اصلیش هم شما نمیدونید نمیدونید شما الان بذار من بهت بگم آقا یکم کیفیتش بده ولی فکر کنم می‌بینید یه چیزایی دیگه, دیگه. سفر بیست و هفته شسته چهله دیگه اینو منم نه هشتاده چلو هفته هیوده مثلا کارنامه یه مثلا کارنامه پایش هم فکر کنم عدد معلوم هست آقا این, این کارنامه رو نگاه کن لطفا این کارنامه اصلی تونه تنها کارنامه ای که کانوم من نمیده یعنی من این کارنامه رو از شما ندارم اینا مگر اینکه خودت برام بفرستی که جمعه بچه ها فرستادن؟ تو کارنامه مدیریتی من کارنامه شخصی شما وجود نداره این یه کارنامه است دوباره این هم یه کارنامه دیگه خب مهران جان من این رو کنار هم بخوام چکابه بکنیم نمیتونم بخوام ها؟ خب نه پس یه کاری کن آقا مهران هر 20 ثانیه ببین بچهای من آقا بچه من سوال ازتون میخوام مهرانم الان کمکتون میکنم ریاضی پایه ارس کنم که منطق دهم اینا مثال ها مثالها. و جغرافی دهم ده این ستا رو نگاه کنین بذار دیگه برای اینکه وقتمونم نره من اون کارنامه بعدی رو براتون کنار همین می نویسم اون یکی کارنامه این بود این زده 47 من پیداش کنم و رو همین براتون می نویسم بله این هم همینجا براتون می نویسم اون یکی آدمه زده 47 درصد جغرافیشو زده و هفت درصد منطقشو این سه درصد زده اون زده منفی هفت درصد خب اینم نفر بی میخوام یکی دو دقیقه به این عددا نگاه کنیم به هم بگید کی رو بهتر داد یعنی آقا الان این فرد A ای این فرد B این دوتا من, من, تو دنیا همین دوتا دانش آموزو دارم خب میخوام به من بگی کدومشونو رو تشویق کنم رو بیشتر تشویق کنم بین این دو نفر کدومشون رو بیشتر تشویق کنم یا نگاه به درصداش بندازیم این پس ببین ما اصلا بقیه کارنامه رو بیخیال شدیم میگم آقا لاقل این یه دونه کارنامه اصلی تو بتونی بخونی بفهم اطلاعات توش اینو میخوام نگاه کنی به من جواب بدی با, با یه سوال از شما شروع کردم ببینم چی میگی تا بعد من شروع کنم آقا چی کی قابل تشویق تره یک دو سه خب آقا جواب منو باید بدی نفر آ رو من تشویق کنم که و هفت تو ریاضی برده 723 47 تو جغرافی مثال ها و سه به منفی هفتم تو منطق برده آدم ای رو تشبیخ کنیم یا آدم بی رو مران یه چت به من بده آدم ایاد یاد کنم خیلی جوابش واضح میشه دیگه درسته قاعدتا جوابش ای... <تصح> <تصح> بله خب آره الان شما میگید که میخواید رکب بزنی لابد آدم بیه ولی فکر کنم عقل همونطور که 90 درصد بچه ها دارم میگن قاعدتا اینه که آدم آه هست. عقلی رو میگه خیلی دار مهران جان ببینید بچه من شما یه مشکل بزرگی که دارید اینه که وقتی آزمون میدی ببین من میگم اصلا کارنامه های دیگه طلبت تو کارنامه اصلیت هم نمیتونی بخونی شماها فقط درصد رو نگاه میکنی خب خیلی خیلی مشاور خوبی داشته باشی بهت میگه ترازت هم نگاه کن مثل کنکور امسال مثلا آقا ریاضی 25 درصد تراز وحشتناک میداد میگه آقا مثلا تو ممکنه که جامعه شناسی تو صد زده باشی خب ولی خیلی هم هنر نکردی تراز 6800 بد داده یعنی آدمای زیادی بودند که در واقع جامعه شناسی رو صد زدن در حالی که با 50 درصد ریاضی حتی یک کوچولو بیشتر هم به تراز داده این 6 و داده این 6 و داده ملاک مشاوره میاد میگه میگه ملاک ترازته یعنی تو الان ریاضی هم خیلی عالیه خیلی خوب زدی دمت گم اگر تازه مشاور خوبی داشته باشی یعنی فقط اینجا رو نگاه نکنه در حالی که بچه من اصلا این دوتا ستون مهم نیستند وقتی کارنامه تو میخونی و وقتی میخوایی این کارنامه دیتا دراری و اگه میخوای پیشرفت بکنی شما اتفاقا این دوتا ستون رو باید نگاه کنی اتفاقا که خیلی اصلا نمیدونن این چیه اول ستون چند از ده ستون چند از ده یعنی چی؟ ببینید بچه شما ریاضی زدی 50 درصد به احتمال خیلی زیاد یعنی 5 تا زدی دیگه میتونم مثلا البته نیست اینجا ولی میتونم یه تعدادی درست با یه تعدادی غلط رفته باشه ولی تو متوسط 5 تا از 10 تا رو درست زدی این قابل فهمه دیگه درسته این صده خب 10 تا از 10 تا 27 رو ببین چیکار کرده به نزدیکتره گردش میکنه به سی گردش کرده شده سه از ده این که قطعا میشه 6 از ده هفت و دوسته رو به پایین گرد کرده واضحه به پایین گرد کرده به هفت شده هفت از ده سفر از ده سفر از ده اینم به پایین به نزدیکتره گردش کرده خب حالا میریم مشاور میپرسیم میگیم آقا پرسیدم که دارم بهت میگم آقا میگیم آقا این یعنی چی پنج از ده میگه که خب پنجا زده اونم شده پنج از ده دیگه میگیم خب خسته نباشی خب به یه کاری باید بیاد مثلا کانون بیکار نبوده که مثلا همین پنجا درصد رو گفته بذار یه نسبت تن هم براشون بگیریم مثلا چند از ده پنج از ده خب این به چه فایده ای داره این این ستون چند از دهه برای چی داده شده یعنی یه چه،, چه, کار بردی داره ببین مشاوری که این حرف میزنه یعنی اصلا فلسفه کارنامه کانون و اینکه بچه چجوری باید تو کارنامه پیشرفت کنه رو نمیدونه عزیزم کانون به تو این ستون از چند از ده رو میده که تو ازش استفاده کنی برای ستون بغلی برای مهمترین ستون کارنامت مقایسه با همتراز یعنی چی بیا اینجا گوش کن این نیم ساعت زندگی تو عوض میکنه مدل درس خوندن تو عوض میکنه مدل پیشرفت کردن تو عوض میکنه حاجی جان اصلا شما اینا رو نمیدونی اصلا که رقص تو هم نیست اونی که باید بهت بگه نمیگه آقا ما یک منحنی نرمال داریم تو تراس ها حالا همه جا داریم و مثلا تو آزمون کن یعنی اینه که میگم بچه که جای دیگه هم آزمون میدن گوش کنم فرقی نمیکنه یه موضوع آماری و ریاضیه یه منحنی زنگولهی شکل داریم که این محورش ترازه این محورش تعداد آدم هاست خب این منحنی به چند بخش تقسیم میشه منو نگاه کن مثلا تا اینجا اینجا رو بگیریم ترازه چارزار یعنی ترازه زیر چارزار این تا چهار و هفتصد و پنجاه این تا پنج و پونصده این تا شیش و دیویز پنجاه این هم تراز هفت یعنی عملا ما چند تا زون چند تا ناحیه ترازی داریم اسمشو حالا بد و خوب نذارین. مثلا ناهیه ی آ، ناهیه ی بی، ناهیه ی سی، دی، ای، و ای. زیر چهارهزار چارزار تا چاره هفتصد و پنجا، چهار هفتصد و پنجا تا پنج و پونصد، پنج و پونصد تا شیش و دیویس پنجا، شیش و دیویس پنجا تا هفتزار و هفتزار به بالا. که اگر شما به طور مداوم بتونی تراز کانون تو تو زون ای یا حتی بی نگه داری از یه جایی به بعد و روش استمرار داشته باشی تقریبا شکی تو قبولی تو نیست تو هر رشته شهری که دلت بخواد تقریبا میشه گفت قطعیه مگر اتفاق خواستی روز کنکور برای شخص تو بیفته کسی که محدوده ترازیش رو اینجا استمرار بده و نگه داره از, از, یه تای میبود نه از همین اول اصلا نیت صحبت ما اینه که چجوری پیشرفت کنی و به اینجا برسیم ولی روزی که به اونجا رسیدی تقریبا شکی تو قبولی تو نیست حالا گوش کن مثلا فرض کنیم این هفته پنج آبان آزمون کانون برگزار شد تراز گرفتی چار و مثلا کجا میفتی؟ میفتی یه جا اینجا میفتی تو زون ای با تراز چار و می هر کی بهت گفت آزمون بعدی از اینجا بری اینجا اصلا فرار کن این اصلا حالیش نیست چی داره میگه هر ها من معلم مشاور اصلا اولیا مدیر مدر اصلا همچین چیزی ما نداریم آزمون بعدی ترازت باید بالای هزار باشه باید نداریم تو اگر میتونستی ترازت بالای 6000 شده باشه میشدی اینا چرت و بچه های من اینکه شما ما... حالا هر کی تو هر ترازی هست تو تو از اینجا پاشی بری اینجا پاشی بری اینجا این اصلا کار تو نیست این, این اصلا زور تو نیست اینجا اصلا زمین بازی تو نیست تو تو یه آزمون از اینجا بخوای بپری اونجا یارو نمیذاره آجی چهار تا آدم گردن کلف تو این زونن تو پا میشی بری اینجا یه دونه میزنه تو گوشت بر میگردی سر جا دوباره میری دوباره میزنه تو گوشه دوباره آزمون بعدی مشاورت میگه اینجا دوباره نمیشه دوباره دفعه بعد بر... دوباره نمیشه آها چیکار داری میکنی با این بچه یعنی بعد دو تا آزمون سه تا آزمون این آمار کانون ها بعد از دو سه تا آزمون تعداد شرکت کننده ها یه افت میکنه چرا چون بچه میاد پیشرفت نمیکنه اون حس خوب و از نتیجهش نمیگیره هی hey, مشاوره بهت گفته 6000 شیش 6700 شیش فلان تو ای میری هی نمیشه هی میری ای نمیشه ای میری ای ای بی خیال میشه نذارید با حرفایی که مبنای غیر علمی داره نظر نهمیدت کنن باید به شی شیش هزار ما نداریم اینجا اصلا محل بازی تو نیست اینجا چهار تا آدم گردن تو تویی که مثلا چهار دیویس شدی چه میدونم پنج و صد شدی تو اصلا, اصلا زمینه زمین بازی تو نیست آقا جان ببین این که تو الان اینجایی مثلا تو زونه ای این واقعیت موجوده و دست تو هم نیست کسی نمیتونه تو رو بابت اینکه اینجایی سرزنش کنه این ژنتیک توه این محیط توه این پایه علمی توه اینی که تو الان اینجایی کسی نمیتونه سرزنش کنه اما اینکه اینجوری نه گام به گام قدم به قدم پیشرفت نکنی و بعد چهار ماه پنج ماه شیش ماه هشت ماه تو زون بی و ای قرار نگیری اون تقصیر اینی که الان اینجایی رو بپذیر محیطت ژنتیکت شرایطت آنچه تا امروز بودی پایه علمیته اما هر آدمی با استراتژی درست با هدف گذاری و سیاست گذاری درست میتونه نه یک باره ولی در چند ماه گام به گام قدم به قدم خودشو به محدوده ای از تراز کانون برسونه که وقتی اونجا قرار گرفتی قبولی تو کنکور تقریبا دیگه قطعیه. اینی که تو به اون نقطه نرسی اونجا دیگه تخسیرت. امروز هیچکی بابت اینجا بودنت نمیتونه سرزنشت کنه. و هیچکی هم بابت اینکه تو یه آزمون تو دو آزمون تو از زون ای به زون آن نرفتی هم هیچ نمیتونه سرزنشت کنه نذار امید تو الکی ازت بگیرن پیشرفت باید قدم به قدم اتفاق بیفته تو ناحیه بازیت الان زون ایه تو فقط باید به این آدم ها فکر کنی تو وظیفت اینه در گام اول این پوزیشن تو اولا نگه داری یعنی از زون اف نیاد یارو بزنه تو گوشه تو رو بندازه تو زون اف اول زونت رو نگه داری و بعد تو زون خودت شروع کنی به پیش رفت بچه من شما زورتون به اینا میرسه به این آدم ها میرسه الان کاری با اونا نداشته باش یه تیمی که تو دست سه بازی میکنه زارت نمیبرنش با رئال مادرید مسابقه بده اول تو دسته سه با همزوراش بازی میکنه اونجا قهرمان میشه میره دسته دو تازه اینم نکته مهمیه بهش میرسیم آدمی که آدمی که همیشه تو فوتبال همینه دیگه دیدی تیمایی که میان لیگ برتر همین تو ایران خودمون سال بعد معمولا تو لیگ برتر نتایج خیلی ضعیفی هم میگیرن خیلی طبیعیه تو اول تو زون خودت قوی میشی بعد میری تو زون بعدی تازه روزی که رفتی تو زون بعدی تو ضعیفه زون بعدی میفهمینو یعنی تو اولین چهار و دیویست تو آقا با اینا بازی کن تو همین الان تو همین زون هم همچین اوضاع تعریف نداره بیا بیا اینجاها قرار بگیر اول آدمای همزور تو بزن بعد میری تو زونه بعدی تازه رفتی تو زونه تر حالا تو ضعیفه ی زونه تری اینجا تو قویه زونه ضعیفه ای یه کوچولو میری جلو حالا میشی ضعیفه یه قوی ها اینا, اینا, رو بفهم اینا واقعیته دو دو تا چهار تای دنیا اینه پیشرفت کردن اینجوریه ببین ما تو کتابای روانشناسی یه چیزی داریم به نام پیشرفت گرایی یه چیزی داریم به نام کمال تمام آدم های موفق دنیا اینجا این روحیه رو داشتن و تمام آدمای شکست خورده دنیا این رویه رو کمال طلبی یعنی الان چهار و دیویستی نبینم نمازمونه بعدی زیر شیش و دیویست بشی یاده زارت برو اونجا این میشه کمال طلبی این به هیچ دردی نمیخوره پیشرفت گرایی اینه که آدم های موفق ازش استفاده میکنن حاجی تو اصلا فرض کن لام از سب فرض کن دو ماه طول بکشه از زون ای بری تو زون دی دو ماه یعنی هشت آزمون دو ماه طول بکشه بیای تو زون سی دو ماه طول بکشه بیای تو زون B شیش ماه دیگه کنکور اردی بشه تو تو زون B بسته و دو ماه هم طول بکشه از زون بی بری زون آ کنکور تیر تو تو زون A وایسادی اصلا من دارم میگم دو ماه دو ماه که خیلی زودتر از این میتونه اتفاق بیفته تو به وقتش رسیدی ای, ای میپرسی الان دیره شروع کنم شروع نکنم ببین که دیر نیست یعنی تو هر زونی رو دو ماه طول بکشه توش پیشرفت بکنی به اون چیزی که باید میرسی سر کنکور اردی بهش میرسی نه سر کنکور تیر میرسی ولی یاد بگی تو اول باید با همبازی های خودت بازی کنی تو اول باید اینا رو بزنی حالا زدن اینا چه شکلیه راه حل مشخص داره به شرطی که تو کارنامه تو بلد بشی بخونی اینا رو گفتم که حالا بریم سراغ ستون مقایسه با همتراز بریم اونجایی که بهت گفتم چند از ده و کانون بهت میده که تو بتونی از این ستون استفاده کنی این ستونی که هیچ وقت نفهمیدی چیه این مثبت منفی ها چیه این آبی زرد قرمز چیه بیا اینجا آقا یا ات ازت سوال کردم گفتم این ریاضیشو پنجا درصد زده اون نفر دوم چلا هفت زده گفتم من کیو با سوال کردم ازتون گفتم من کیو باید تشویق کنم من این آدم رو باید تشویق کنم نه اون آدم عدد اینجا شو ببین این ملاکه اینجا رو نگاه کن مثبت چهار نوشته این چی نوشته بود کارنامه قبلی مثبت سه نوشته اونو من باید تشویق کنم چرا؟ چرا نمیفهمی چی شد؟ چون کارنامه بلد نیست بخونی اینا چیه؟ ببین مثبت سه میدونی چی داره میگه داره میگه آقای محمد خان که تراز کلت فلان است یه عددیه تو اون بازه ترازی که تو قرار گرفتی آدمای های همبازی های تو رو منحنی نرمال چند از ده ریاضیشون دوتاست تو سه تا بالاتر از هم ترازاتی تو اوضاع ریاضیت خیلی خوبه آقا نشستی آریان یعنی کلی تقریبت کرد گفت چرا هشتاد نزدی چرا نود نزدی ولی آریان دری آدم خودخواهی درس خودشو داره میبینه تو اگه میخوای جامعه پیشرفت کنی تو همین الانش سه تا از هم ترازی مثبت سه یعنی این ترازی که این محمد توش بوده اون زون محمدینا دو تا از ده تا ریاضی زدن محمد الان ریاضیش خوبه محمد ریاضیش آماده است که بره تو زون بعدی محمد چه قد زون بعدی یا زون بدتریش داره ریاضی میزنه محمد ریاضی تو نگه دارم همینجوری پیش رفتم نگردی نگردی محمد جامعه شناسی به تا آقا 10 تا زدی محمد صد زدی خب زون تو سه تا زون تو 7 تا جامعه شناسی میزنن اوضاع جامع شناسی هم خوبه محمد روانشناسی و خراب کردی محمد زون تو پنج تا از ده تا زدن جام روانشناسی یازده رو دو تا کم زدی محمد اینو درستش کن محمد تاریخت خوبه محمد جغرافیت خوبه محمد منطقه دهت زون تو دو تا میزنه تو صفر تا زدی فلسفه یازدهم زون تو سه تا میزنه تو هیچی نزدی اقتصاد چهار تا چند چهار... چهار تا زدی باز یه دونه کم زدی ببین کانون مثبت رو آبی می‌کنه گاهی وقتا هم مساویه اینجوری مساوی مینویسه سبز می‌کنه میکنم شاید این بالا باشه اینا ببین یه ای... این ای... 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 ای ترازه به اندازه منفی یک زرد میکنه منفی خرابتر منفی دو منفی سه رو قرمز می‌کنه، اینا رو بفهم خب الان یاد تازت پرسیدم جغرافی دهم ده و... چی رو تشویق کنیم این هفت و دو سه زده مهم نیست مهم اینه تو زون خودش یه دونه بالاست خب بیا اینجا این جغرافی چهل زده ولی این تو زون خودش دو تا بالاست به معلومه این کارنامه مال تراز عقب تره درست یک, یک کم کارنامه رو بفهم این کارنامه رو زون قبلیتریه زون چپ تریه. این با چهل درصد دو تا از همزونیاش بالاتر زده در حالی که این آدم با 73 درصد یه دونه از زون خودش بالاتر زده بچه من مهم اینه که تو زمین بازی خودتون دارید چی کار میکنی واسه همین چهل اون ارزشمندتر از هفت دوسته اینه یعنی برای پیشرفت کردن در آزمون های حتی ترازم مهم نیست بله مشاوری که میگه تراز رو نگاه کن درس رو نگاه نکن راست میگه برای آزمون جامعه به درد پیشرفت کردن نمیخوره میخوای پیشرفت کنی اینجا رو نگاه کن میخوای پیشرفت کنی اینجا رو نگاه کن تو اول باید زون تو ببری بیای بیرون از اون زون زون تو موقعی میتونی ازش خروج کنی که اینجا هیچ منفی نداشته باشی یعنی کسی که همه ایناش مثبت یا صفر مساوی باشه منفی نداشته باشی تو وارد زون بعدی خواهی شد و من و من دارم با تأکید بهتون میگم راه حل پیشرفت کردن همینه تو برای آزمون بعدی کانون باید بگی آقا من به بچه ممکنه اینو شما سر سرفصل معلمت نرسیده باشه اون قصهش فرق میکنه من دارم راجع به درسی که رسیدی میگم آقا مثلا ما اینو صد درصد رسیده بودیم با فرض اینکه اینا رو رسیدی یعنی آزمون بعدی تو برای این چهارتا تا باید کار ویژه انجام بدی برای این چهارتا تا درست یعنی آقا هر کاری داری میکنی راجع به بقیه درس درسته همون رو ادامه بده اما واسه اینات باید کار ویژه انجام بدی واسه این چهار تا درس کار ویژه کردن اینم بهتون بگم نه همشون یه جا یه دقیقه منو نگاه کن قانون اول هدف گذاری تو از هر آزمون به آزمون بعدی قرار نیست همه ی منفیات و مثبت بکنی یا اصلا همچین چیزی قرار نیست قرار نیست یه جا همه ی اینها درست بشه نه قانون یکی میگه میگه یه درس دو واحد یا دو درس یک واحد آه تو مثلا با مشاورت مشورت میکنی میگه این آزمون کار ویژه میذارم رو منطقه ده هم. حاجی تو برنامت برای آزمون بعدی فقط این باشه فقط این باشه دو تا دونه بیشتر بزن منطقه همین منطق دهم تو دو تا دونه بیشتر بسه یا فلسفه یازده همه تو دو تا دونه بزه. اصلا اینو بکنی منفی یک نمیخواد بکنی مثبت هفت دو تا دونه بیشتر بزه. یا اقتصاد تو یه دونه ببری بالا مثلا یه دونه هم از منطقت ببری بالا یا یه درس دو واحد یا دو درس یه واحد فقط در همین حد و گام به گام پیشرفت خواهی کرد برای همون یه یه دونه درست باید کار ویژه بکنی حالا این کار ویژه یعنی چی یعنی آقا مثلا ما تو آزمون بعدی کلا دیگه منطق دهم بخونیم تمام برنامه‌ای که مشاورمون داده و فلان همه رو بریزیم به هم نه عزیزم کار ویژه الان بگم اولا یعنی شی هم کجای برنامت باید بگنجونی آقا جان کار ویژه قرار نیست من اگه میگم مثلا بر آزمون بعدی کار ویژه برای منطقه دوامت بکن بچه یادتون باشه ما معلم ریاضی اما من بیا بیام میگم هی ریاضی بخون ولی دارم بود من جوری که آخرش به صلاحیت صحبت میکنم دارم میگم کار ویژه این کارنامه برای آزمون بعدی باید منطقه دهم باشه من نمی‌خوام چیز دیگه رو عوض بکنی اون کار ویژه چیه و کجای برنامه اتفاق میفته کار ویژه شما در واحد سفید برنامه تون باید اتفاق میفته شما باید در برنامه تون یک جایی به نام واحد سفید داشته باشید تو برنامه هفتگیتون و اگر ندارید لطفا به مشاورتون بگید براتون بذاره واحد سفید گاهی اسمش یکم عجیب غریبه با واحد استراحت فرق میکنه شما یک واحد استراحت مطلق هم باید تو برنامه داشته و استراحت مطلق چیزی که خیلی ها تو برنامه ندارن از نظر من یک دانش آموز دوازده تو هفته یه نیمروز باید واحد سفید داشته باشه و یه نیمروز واحد استراحت مطلق و یه دانش آموز فارغ و تحصیل باید یک نیم روز واحد سفید و حتی تا یک روز واحد استراحت مطلق داشته باشه از استراحت مطلق کردن نترسید این لازمه درس خوندن مداومه ببین ما چرا درس خوندن آمون این شکلیه چرا درس خوندن آموز این درست نیست اینجوری درس خوندن درس خوندن درست عزیزم اینه منو نگاه کن درس خوندن درست اینه صفر دوباره میاد جلوتر تو یه راستا استراحت مطلق استراحت مطلق این درس خوندن درسته نه این تو یه نیم روز هیچ کاری نباید بکنی من حتی براش توصیه دارم واحد استراحت مطلقتون به نظر من هفته هایی که آزمون دارید واحد استراحت مطلقتون باشه شنبه ها یعنی روز قبل از آزمون باز اشتباهی که خیلی تو میکنی تا شب آزمون داری میخونی آقا این درست نیست روز کنکور هم ما توصیه میکنیم نیم روز آخر قبل کنکور درس در بابا فوتبالیستا فردا مسابقه دارن روز قبلش تمرین نمیکنن دیگه چیزایی خیلی بدیهیه اصل روز قبل بازی داره یارو فردا اصل روز قبل فقط تو هتل ریکاوری میکنه تمرین نمیکنه شما پنج شنبه هایی که آزمون داری باید استراحت مطلقت اونجا باشه و و خود جمعه هم که طبیعتاً تحلیل آزمون روز استراحت مطلق تو دارم میگم و واحد سفید برنامه هر جا میتونه باشه به سلادید خودتو مشابه نظرم راجع به استراحت مطلق دارم میگم و هفته هایی که آزمون نداری به نظر من واحد استراحت مطلقت باید شنبه باشه چرا چون هفته هایی که آزمون نداری یه مرسی یه دونش کافی چون هفته هایی که آزمون نداری پنجشنبه جمعه طوفانی باید داشته باشی هفتهایی که و... مثلا این هفته تو پنجشنبه جمعه تو خیلی توپ باید درس بخونی به خصوص دوازدهمی که دیگه مدرسه نه اصلا روز اصلیتون پنجشنبه جمعه است پس ریکاوریتون رو بذارید روز قبلش ب... ب... اصلا بحث من این نبودا میخواستم بگم واحد استفید یه چیزه واحد استراد مطلق یه چیز دیگه است واحد سفید یه نیم روزیه که شناور تو برنامه یعنی برنامه ثابتی براش وجود نداره یعنی مشخص نشده که تو چه اتفاقی باید بیو. ممکنه این هفته ریاضی باشه ممکنه هفته بعدی منطق باشه هفته بعد جغرافی باشه واحد سفید یعنی واحدی که بنا بر نتیجه آزمون قبلیمون کار ویژه برای آزمون بعدیمون اون تو باید انجام شه مثلا منطق تو میاری تو این نیمروز و براش کار ویژه میکنی حالا کار ویژه کردن یعنی چی؟ یعنی تو یه دونه منطق دهممون یه کتاب تست بیشتر بگیریم تستاشو بزنیم هدف من. مشخصه این نیست که آقا ترازم میخواد بره بالا چیکار کنم بهت میگه خب بیشتر درس بخون چی و بیشتر بخون؟ آقا اینو یا اون ای که ما اکیدن میکنیم نمونه های سالای قبل همون کانونه گزینه دوی نمونه سوالای سالای قبل گزینه دو هر چی نمونه سوال سالهای قبل کار ویژت رو تو واحد سفید انجام میدی و اختصاصا برای همون یه درس انجام میدی و فقط از این آزمون به آزمون بعدی تو قرار منطق تو به جای که هیچی نزنی دو تا دونه بزنی همین این میشه پیشرفت تو آزمون تو آزمون به آزمون اینا رو صفر میکنی مثبت میکنی روزی که ببین این ای منفیاش زیاده یعنی این آدم تو زون خودش هنوز عقبه جز زعیفای زون خودشه این ای ای ممکنه سه تا چهار تا آزمون طول بکشه تا زون خودش رو پشت سر بذاره بستگی داره چند تا از این منفی ها تو برنامه داری خب تو کارنامه داری آزمون به آزمون گام به گام پله به پله اینا رو باید باید برسی به هم خودت باید اول زون خودتو بزنی بری زون بعدی بعد ببین میری زون بعدی یه چیز هم حواست باشه مشاورایی هم من دیدم اینو تا حدودی میفهمن اما خیلی نه ببین چه اتفاقی میفته بچه این چند از دهاشو مقایسه با همترازش خوبه خب آزمون بعدی کارنامه بعدی همه اینا قرمز میاد پیشرفت کردی کی همه اینا قرمز میشه اتفاقا اون لحظه ای که تو وارد زون بعد شدی تو بری تو زون بعدی چون دیگه جز ضعیفای اون زونی حالا همه اینا منفی میشه تو کارنامه اتفاقا یعنی کارنامه خوب کارنامه که یا اینا فقط آبی و قرمز آبی و سبزن یعنی صفر و مثبتن یا همش قرمزه اتفاقا کارنامه که همش قرمزه یعنی آدم تازه اومده توی زون قویتر بعد به اینکه که تشویقت بکنه میزنه تو سرت روحیه بچه رو میگیره امید بچه رو میگیره هیچی هم یادش نمیده روزی که رفتی تو زون قوی اتفاقا همه اینا قرمز میشه اینکه خیلی طبیعیه که خیلی خوشحال کننده است اول تو ببین تو تو جزء قوی های زون ضعیفایی بعد میری میشی ضعیفه زون قوی ها بفهمین دو تا رو دیگه مفص دلتا نیست بگی نمیفهمم اینه پیشرفت کردن آزمون به آزمون هدفمند پس آقا جان من توقعی که از مشاورتم نه از خودت دارم دیگه یکی اومد بالاخره اینا رو برای توضیح داد اینه که چند از دهاتو نگاه کن مقایسه کن با ستون بغلیش ببین کدوم درسات گیر و گور داره به شرطی که رسیده باشی و نزدی یا یه وقت آقا من مثلا یه آزمونی نرسیدم این دیگه اصلا قابل حساب کردن نیست به این خاطر من همیشه تاکید دارم اصرار دارم برسونمتون به آزمونهای کانون به خاطر این نوبانی ها گفتم آقا یه ماه تحقیش تحمل کن دو جلسه در رفته بیا که مطمئنم خیلی از بچه ها نام نکردم به خاطر این موضوع اصلا برای من مهم نیست میگه رو سنگین شده فلان شده چون من اگه این کارو نمیکردم هیچ وقت نمیرسیدی به آزمون و, و این و این عددا برات دست میداد بی میشد درسی که رسیدی به آزمون اینا رو نگاه میکنی حالا بچا درسی که نرسیدیم میگم بلد نیستین دیگه کارنامه‌ای از راجع به همین موضوعه اصلا شما میدونی برنامه قلمچی مثل یه زده یه سری آزمون ها جبران یه سری آزمون های دیگه است بعد بعد ما میگیم آقا چیزی اونجا نرسیدی اونجا دیگه باید برسی ها حرف داره همه اینا ولی من وقت ندارم مثلا هر کی بود اومده بود ریاضی شده درس بود وقت ندارم حالا سعی میکنم هر آزمون یه کارنامه خوندن یادتون بدم یه تحلیل یادتون بدم ولی واقعا ای کاش اینا رو بهتون میگفتم پس ببین من اگه میام نمیدونم سه نفر اول درصد بالا تراز بالا تشویق میکنم خب من چاره ای ندارم اینا, اینا در کل بهترینن اما دانش آموزی که همه اینای کارنامش آبی یا سبزه باید تشویقش کرد یا من اگه اینقدر فضولی نکنم تو درسای بعد درس خودم تا موقعی که آبیه اون دانش آموز تایید منه تا موقعی که آبیه من باید تشویقت کنم اون ضعف منه که تشویقت نمیکنم که وقتشو ندارم کسانی که کل کارنامه آبی یا سبز قابل تشویق کردنن چه, ترازشون هر چی باشه درصدشون هر چی باشه پس ببین در یک کلام عزیزم خلاصش این میشه چند از دهتو نگاه کن مقایسه کن با ستون بغلی اون دو تا سه تا درسی که ایراد داری و درار قانونمون یادت نره هر آزمون یا یه درس دو واحد پیش رفت یا دو درس هر کدام یک واحد پیش رفت واسه اون درس کار ویژه باید بکنی تو هفته کار ویژه مثلا تست اضافه زدن تو همون منطقه دهم ده نه تازه ده کل منطق کار اضافه نمونه سوال سالهای قبلی کانونه و کجا انجام میشه در واحد سفید برنامت باید واحد سفید تو برنامت داشته باشی حتی باید واحد در حد نیم روز دوازده و, و به نظر من فرق و تحصیل حتی تا یک روز واحد استراحت مطلق میتونی تو برنامت داشته باشی بچه من پیشرفت کردن اینه آزمون به آزمون گام به گام اول پوزیشن تو حفظ کن آدمایی که تو پوزیشن تو هن زورت بهشون میرسه هم بازیاتن بزنی بری با آدمای قوی تر لیگ دسته سه بری دست دو بری دست یک بری لیگ برتر بری جام قهرمانان بری جام باشگاه جهان این نیست که روز اول پش برو با رئال مادرید تو میتونی تو می... اینا رو نخور الکی به دال میدم الکی اندونزی تو میتونی تو میتونی کرده بودی تو نمیتونی واقعیت اگه میخوای این آقا دردناک باشه من عادت نرم حرف قشنگ بزنم دردناکه بل آقا تو اینی که هستی شرایطت محیط ژنتیکت اینه گام به گام باید درستش کنی من در تو میبینم هزار را یه چیز داره میگه تو اگه هزار بودی الان شده بودی خوششو داری آقا الان اینی میخوای پیشرفت کنی راشید راشید خب پس ما هر آزمون سعی میکنیم که یه نکته راجع به کارنامه که آقا این کارنامه این لعنتی به چه در کانون کازم بیکار بوده بشینه اینا رو برای تو بنویسه دلیل داشته اینا رو یادتون میدم ولی بهم اجازه بدید که از آزمون بعدی دیگه واقعا بچه رو سوالا همه رو تحلیل نمیکنم چون دیگه وقت نمیشه واقعا Uh, مثلا میچکا میکنم uh, میام همون پر نزده ترین و پر غلط تر. مثلا آزمون امروز فقط میام 14 15 16 شو حل میکنم باشه که بعد در حد نیم ساعتم بتونیم راجع به کارنامه حرف بزنیم اگه کسی سوالی داره بگه مهران یه چت به من بده که دیگه بریم سراغ داستان خودمون محمد و محمدی چشم آیا محمد و مهدوی رو چشم حتما درسم میدیم